کمتر روزی میگذرد که خبر یا گزارش از وضعیت وخیم زندان های بهرین در رسانه های مختلف جهان مخابره نشده باشد. حالا اما از 160 زندانی بهرینی با انتشار بیانی از شکایت خود از وضعیت زندان این کشور و برخورد های خبر دادند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. با بررسی اطلاعات و اخبار به دست آمده و مطالعه گزارش های مختلف منتشر شده در مورد وضعیت زندان های مخوف بحرین می توان تا حدودی از چگونگی این زندان ها تصویری در ذهن ایجاد کرد. راهروهای دراز با سلول های تنگ و تاریک نداشتن پنجره کافی که باعث نرسیدن نور و هوای سالم می شود همه و همه بخشی از واقعیت زندان های است. اما همه این شرایط برای بیشتر زندانیان تقریبا قابل تحمل شده زیرا دیگر به این وضعیت غیر استاندارد و ناسالم عادت کردهاند. اما آنچه که غیر قابل تحمل شده رفتار زندانبانان و مسئولان مختلف این زندانهای مخوف با زندانیان است. رفتارهایی که به ضرب و شتم، اهانت، فحاشی، کتک زدن و انواع شکنجه های بدنی و روحی و روانی محدود نمی شود. بلکه شامل اقدام هایی که باعث مرگ برخی زندانیان شده هم می شود. برای مثال عدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه برای زندانیان سیاسی بیمار که نیاز مبرمه به آن دارند را می توان نام برد. حالا شنیده شده که 160 تن از زندانیان بحرینی با انتشار بیانیه ای از وضعیت بحرانی زندانهای بحرین شکایت کرده و خواستار رسیدگی فوری مجامع بین المللی به این موضوع شدند. این زندانیان که همگی در ساختمان شماره ده بازداشتگاه جو در جنوب منامه پایتخت بحرین به سر میبرند در بیانیه خود خواستار برخورد انسانی با زندانیان شدند. در همین راستا روزنامه آنلاین منام پست با انتشار گزارشی در این باره نوشت روز به روز وضعیت زندانیان جو بدتر می شود و فشار علیه زندانیان بیشتر می شود. این روزنامه افزود زندانیان معترض در بیانیه خود خواستار پلم شدن سلول های انفرادی شدند. آنها همچنین خواهان دریافت خدمات بهداشتی و درمانی هستند. تماس با خانواده ها از دیگر درخواست هایی بوده که این 160 تن زندانی در بیانیه خود خواهان دستیابی به آن شدند. زندانیان در بیانیه خود خواهان دخالت نهادها و سازمان های بین المللی و رسیدگی به وضعیت زندان های مخوف بحرین به ویژه زندان جو شدند. گفتنی است از آغاز انقلاب یا قیام ملت بحرین علیه حکومت دیکتاتوری آل خلیفه در بحرین تا کنون ده ها هزار شهروند محترز فعال سیاسی و مدنی مبلغ دینی به ویژه روحانیون شیعه فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران و خبرنگاران در زندانهای مختلف بحرین بازداشت شده و در بدترین شرایط قرار دارند فاطمه موسوی اخبار شیعه Thank mm -hmm. you.